من یارم وحشتناکیه. من خوشگیم و خوشگی نیستم از شما. آه رکوردی؟ سلام علیکم آقا، چطور مرتوری؟ خیلی خوش اومدی به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو خیلی شادم. حالا چرا؟ خب من عجب خریم. خب معلومه دیگه، تو تامنه دیدید دیگه چرا دارید ویدیو رو نگاه میکنید. چون که ماشین خریدم. جان آقای هاشمی. آه جلو ماشین بوده. آقا ماشین خریدم. بر بنده اهمیتی نداره. کویک خریدم، کویک آر اس 85 گانه فول آپشن، نمیدونم هر چرت و پرتی که بگید داره دیگه. بعد پلاکش هم که دارید میبینید. بچه‌ها که تو استریم ما رو دنبال کنن، نه با پلاک شخصی بر خودش داره. آره دیگه همون دارم میگم دیگه، پلاک شخصیه بچه. واقعا هیچ کس به اندازه تو نمیتونه انقدر خوب چرت و پرت بگه. آلومینیومه، فکر نکنید. اگه استریم هم دنبال کرده باشید این پلاکو دیدید. اینو من حدودا یه 3-4 ماه پیش سفارش داده بودم و آره دیگه. ما این ماشین توزیع می‌دیم، پلاک توزیع. همون آره، ماشین رو خریده. همون پلاکو معرفی می‌کنیم. حالا پلاکی چی آقا؟ آقا قراره ماشین رو براتون آنباکس کنیم. محیطو یادتونه دیگه این محیط. این محیط همون محیطی بود که امید نمیسیس ادمین بیگز مود. بازگشت همه ماشینا صفر هم اینجاست. آره. من همه رو میارم اینجا. آرش همه رو میاره. ماشین خودم وردی همینجا درست؟ نه ماشین من یه سال پیش بود. اون اینجا نکشید. حالا خلاص آقا. امید اینجا خفت شد و ماشین رو اینجا ما لختش کردیم و آنباکسش کردیم. دیگه گفتیم آقا به یاد امید که شیراز و اینجا نیست. عجب رسمیه رسم زایم آفتاب انیه، دارم کور میشم. بیا ماشین خودم رو آنباکس کنیم. من سلام کنم با بچه. راست میگه سلام. بیشور چرا سلام نمی کنی؟ تو ادیت سلام. همین آقایی که داره میگه تو ادیت سلام میکنم، ویدیو بعدی دستشه دوستان. اگه سلام نکرد تو ویدیو بعدی بهتون، از طرف من آزادید هر کاری دلتون میخواد باهاش بکنید، زندش نذارید اگه سلام نکرد. حالم سلام تو هستی؟ سلام خدا خوبم. بیا خب از کجا شروع کنی؟ از آقا یک یه لحظه وایسا. چشم امر دیگه نیست. الان یه چیز نرم افزاری فهمیدم و فهمیدم که یه چیزی نداره، یه چیزی یادشون رفته بزنن. آر اسش رو اینجا نزدن. حالا اونور باید باشه. دو طرفش با حال کردی؟ اون ورا یادشون رفته بزنن. اسشون که آره فقط. مثلا کلا اشتباه زدن. آره ها. آر اس ماشین. بذار خانم فیلم برداشت. کویک آره بنزین میخوره. کویک آره دنده ای تیپ اس با استاندارد 85 گانه با رینگ فولادی. حالا میخوام شما شاسی و اینا رو سانسور کن. آره شاسی ماسیا رو همه رو سانسور کن. خب این چیه؟ آها این آنتن ماشینه. من معرفی گرفتم دستم، دیدم یه چیزی تو چون یعنی توی کنار یقمه به این یقه. این چیه؟ معیار انتشار فلان بنزینی بین شهری 6 مصرف ماشین 6ه. گو میخوره. آره گو میخوره حاجی، گو میخوره. خب آقا بیاید از من روکش صندلی خودم رو کنده بودم، داشتم دهنم سرویس میشد انقدر عرق کرده بودم و اینا. بیاید داخل ماشین. آقا داخل ماشین چی داریم؟ تازه جارم. خب فرمون داریم. بعد بیناموس اینا خیلی با آرش جان. خیلی باحاله اینا، نگاه کن. وی تمام با دهنم تا اینجا سرویس میشد. ما الان کرج این بچه ها. از پردیس اومدم کرج. خوش اومدید بابا. من اصل کرج منم. بشه بابا عوضی چه کوهی خوردی ها؟ منو بگیر. کوه دماوند اونجا. نه دماوند چیه؟ این رشته کوه البرز. زاگرس نه. آقا بیاید اینجا این یکم بکنیم. لازم من تشریف بیارم اون بر یا اون بر. خب نه دیگه میدونم زیر پا بعدا جمع کنیم بنزین دور. این از این سلام. بذارید سویچ ماشین رو نشون بدم. نه همینجا بگی. آقا سویچ ماشین از این جدیدایه، استاندارد روز. آره از این هاست که اینجوری میکنی و نیکی باش بکشی. گو میکنم. خب تستو با بوق میزنه. آپشن دادن دست. ببخشید آقا. آقا این سنسور چیزشه؟ حواسن اون دکمه رو بزن. داره میگه درا بازه. اگه اینجا رو فشار بدی چی؟ بوق. آها. بوق داره ماشین، استاندارده. آقا این ویدیو تست و بررسیش نیست. اگه تست و بررسی میخواد چون 85 گانه است و نمیدونم زیاده. آپشن زیاد گذاشتن رو اینا. قابل. آره. بین بگی. بده میکروفون تو بده. خجالت نمیکشی این خدا تو رو به زمین گرم بزنه؟ عقل نداری؟ شعور نداری؟ سایبا. خلاص آقا ویدیو تست و بررسیش نیست. اگه تست و بررسی خواستی تو کامنت حتما بهم بگید که براتون ویدیوشو
بگیرم. اینجا هم داریم آرش. بیا جلو بیا جلو. بیا 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 بیا. واو. صدا نداشتی. پلاستیک این نمیچد. چسب نداره بگیر. خدا رو شو. آره. این چیه؟ اینه اون دفعه من برای ماشین قبلی میادم. الان چونم... داشبورد از جاش. آره دقیقاً داشبورد کندم باش. نظرت یه باش ببری بکشی اونور درات. فندکی تو داره درو. فندکی تو داغ کن بچسبون اینجا. تو از با این کاری نداریم؟ آقا نسبت این ماشین با کویی که قبلیم که داشتم چیکار داریم میکنیم؟ نمیدونم این باحال. اینه که فرمونش تغییر کرده و صفحه کیلومترش رو بگیر. فلت باتم شده فرمون. صفحه کیلومتر تغییر کرده. اینجا هم مثل چیزا اضافه شده مثل ESP و فلان و مثلا ESP شه، اوتولایت شه و صندوق پرون عقبشه که کویی قبلی نداشتم بعد مثل خود نصب می‌کردی دیگه. دریچه این گازش این برقی شده. نمیدونم دیگه جونم براتون میگه دیگه چی بگم آرش. فلت باتم فلت آه فلت باتم بعد این دکمه ها رو اینجا حذف کردن. آپشن اونا خود بریم. آره اینا آپشنی که خود بریم میخری اگه مانیتور نصب کنی اینجا اینا برات فعال میشه. بعد آها دستگیره ها کویکای قبلی دستگیره هاشون مثل سگ میشکست. اینا رو برداشتن اینجوری کردن که نشکنه یه کپی بگم. بگو بگو. چراغ عقبای دو چارجر رو دیدین طرحشو قشنگ اومدن اینجا پیاده کردن. یکم میخوای از نیم در آن که معلوم بشه. یکم یکم بریم اینا رو بکنیم. آبا 27.10.402 این 27.10.402 آجی واقعا بعضی میرن اینا رو میخرن میذارن که بگن ماشینمون صفره. آره هش من یه ویدیو چند روز پیش دیدم خب میگفت این میاد بیرون نمیاد. آره نمیاد تو ماشینا ایرانی کار نمیکنه. آره. اونو منم دیدم. من تو نه نه باید میداختم اقف میدادیم جلو مردی؟ این تاریخش که همونه دیگه تو یه روز سیه نه این سیه ده این 27 ده سه روز قبل سه روز بعدش آره. خب این از این دیگه چی داریم؟ آینه داره سلام بریم اقف آه این اینجا این بیناموس کاش چاقو داشته بچه های کرا تیزی دارم میخوای برم بگیرم نه مال ماشین امیدم قشن یادمه دهنم دهنمون سرویس آره. شده بود دقیقا ویدیوش های بیار ویدیوش اون بالا هست آره یا راست یا چپ برات کنش آره. کاریه آه. بنده زیر پارت خب این یه حالت راه ایزی داره که برای اینکه بازش کنی ولی ما همیشه راه سخت رو انتخاب میکنیم روکشش هم خوشگله بچه ها ماشین رو گرفتم اومدم پیش این خانومی که الان داره فیلم برداری میکنه اومدم پیش این خانوم بگیر و الان پیش آرشم خشماتون بریزه اینا بیا اینجا برو تو بکنم بیم دعوا با ماشین قبلی بادم این عقب جلو هم میشد اینم میشه ای بر بریم اون بر حاجی میدونید بعد چند وقت دارم براتون ویدیو آها یه چیز دیگه که یادم رفت سنسور تی پی ام اس داره این ماشین فشار باد تایرها رو توی بیناموس چی بود اسمش مانیتور جلو بهتون میگه که چقدر مثلا باد داره و فلان خب اومدیم این برا بینجا میخوای حالا آروم باش نفس بکش نه بگی بالا آها حالا خب اینم از این حالا صندلی ها رو بدیم جلو نه فور. علی علی ها ای از اینام داره حاجی من ندیدم اینا رو خدا ای و همون یه دونه داشت شیشه عقبم چرا دودینی دودش فابی که شرکت اسکل به دودی کنه مغز آرس دودیه حالا پشت رو باید سانسور کنه اسم کنم آرس نیست آرسه نه آره کد یادشون رفته همیشه اسکل بذارن آره الان تو سند ماشین می‌نویسه فوش نده فوش مؤدب باش آها کوچ مادر کوچ ننت بره نباید فوش بدم بچه هم مثل که نباید فوش بدم من عذرخواهی می‌خوام تو آرش و شعور خوب چیزی داشته باشی خب آرش بگو چی زد بیرون این مال کیه دست داره این مال کیه درد داره آخ خب آقا اولین کاری که باید بکنیم اینه که اینو بدیم بالا بیام اون بر بگیم نه نرش برو خب این از این حالا بیادیم این چیه؟ این مال کیه؟ یا
یه چیزی جا گذاشتن اینجا. دستش افتاده. این پمپ بنزینشه بچه‌ها. ایزی. پمپ بنزینشه حتی با اون یکی قبلیم فرق میکنه. همه چیش با اون قبلی فرق میکنه. کویک مگه کویک نباید باشه. بیا نبا اینو بکنیم. آه! بچه ها یه چیزی یادم رفت بهتون بگم. ویدیوی بعدی که دارید میبینید همینجا قراره باید خب تو این ویدیو نمیشه. یه جعبه من پیروز بود دیگه. آره چند روز پیش. چند روز پیشو سفارش دادم. اومدم در خونه آرشینا چون میدونستم ماشینو قراره من فضول بودم بازش کردم. بعدش هم چی توشه؟ اسکل بازش نمیکردی چجوری می‌خواستی به من بگی ارسال شده یا نه؟ چیای که اومدی یا نه؟ خونه بسته‌بندی تحویل گرفتم به فضول من باز کنم چی توشه؟ آقا یه سری چیزا هست توش که نشون نمیدیم. ویدیو بعدی می‌بینید. قطعات اضافه کردن چیز میزا به ماشینه بگی خب بذار داشبورد این چیز قبلا به این پیش بود صندوق حالا این یکی هم وا کنیم الان چه تاریخیم این واسه 19/11/1402 هستیم خب. بچه‌ها و خسته شدم حقیقت خواستم یه چیزی بهتون بگم خسته نباشید 19/11/402 بیا تاریخ انبار ماشین رو نگاه کن 11/11/402 داشت خوبوس کنه 8 روز پیش فقط اینو سانسور کن مرسی. بارکود اومد آره با بارکودشو ماشین 8 روز پیش 8 روز پیش تعویض گرفته شده کنترل کیفی موتور کی بود نمیدونم بهتون نشون میدم خب حالا میریم اصلی ترین چیز اینا ماشین خودمه دیگه گرینم توش اینا فابریکیاش مثل سگ بد باز میشه ماشین قبلیم زن و بچه منو میگاید تا باز شد آرش آنتن داره بده همین زاویه وایسا قیافش رو نگاه کنید تا رو قرآن بیا خب اینو بکنیم اول همه جای دنیا هست این پلاستیکا چی؟ آره قاعدتا از این بریم اون بر خب اومدیم این بر بچه رفت توش رفت تو آنتنی گرفته دستش اینه خب محله ها داریم و هم دار میده این هم بعدی نسبتا چا مودم میگم مودم اینجا اتاقت نیست اینجا ماشینته چرا به مودم فکر کردم موتورم به تو الان نشون میدم من خودم یه بار موتور رو دیدم دارم میخواد بازم ببینمش با اینکه چیز خاصی هم نیست، موتور پراید تقویت شده ولی خب باز بالاخره. ولی خب. ولی حاجی یارو قشنگ با دست اینا رو گره زده. نگاه کن. نگاه کن. ببین. کار یا شغل یارو همینه. حقوق میگیره که این کارو کنه. حقوق میگیره که کاری کنه. تو چونت فرشت؟ فرشت دارم مردان این یانده. عوارض گشتن با فلیم حسین. علی؟ ها با خور که نشویی؟ نه وای جنده در بیاد در اومد یه کاغذی روش بود که اصلا مهم نیست میندازیم اون بر خب اینم از این آدره من میگیری؟ نه مگه اسکله خب فکرم اسکل ای حاجی اینای من پایین نمی اومد پشبا میمید پایین کجات نمی اومد پایین؟ اینا پایین نمی اومد من دید عقبم خیلی کم بود این اینا رو هم که نمیخوایم آره الان من نشستم رفت تو چونت فهمیدم به این شکل این از این اینجا اینو نگیر من اینجا رو ریدم توش اینو ادیتور کات بده نذاریشا بابام چونم میذاره عقب چی داریم یه غذا داریم نوشابه تشنه میشه نوشابه خوب نیست ولی خوب
این چیه؟ این مال کیه؟ روکش تاقچه عقب حاجبه. هیچی این هیچی این چیه؟ سپر عقب کویک 11 رفته تو انبار سایپا که به من تحویلش بدن. یعنی همون موقع یارو اومده گفته خب بذار سپر رو بزنیم. تق سپر آخرین چیزی بوده که عد شده. ایوال وای حاجی ماشینو به من دادن. ریده بودم سر این، گفتم تصادفه. یه دست کشیدم اینا جا... اینا اینه دست کشیدم دیدم نه خب دوده است. ریده بودم چون میدونستی که اگه چیز بود دیگه، چون ماشین مال من بود دیگه. آره دیگه گردن این از این. بریم کاپوت، بریم کاپوت. کاپوت مختصر و خلاصه بهتون توضیح میدم، چون اگه ویدیوی تست و بررسیشو خواستید بگید براتون میذارم. ولی دوستان ESP خیلی چیز خفنیه، خیلی حال میده. چه حالی میده؟ نمیشه باش دریفت کرد. چی؟ میگم چه حالی میده؟ نمیشه باش دریفت کرد. خب کس مغزی دکمه گذاشتن خاموشش میکنی. خب بعد میری تو دره میمیری، بعد وقت میشه بیچاره میشه ماشین. اه موتور. خب این چیه؟ چی داریم اینجا؟ موتور داریم. روغن آخه. این مال چیه؟ کروز. چی؟ اون فیلتر بخار روغنه فکر کنم اگه اشتباه نکنم. دیگه چی داریم؟ گیج روغن کو؟ نو کجه؟ چی کجه؟ این اون تو موتور خودش کجه. یزین با اینجا چیه؟ چی؟ پروانه استاندارد 85. پروانه داره گنجش نداره. ولی بچه ها خدایی کویک یه پیزا مخلوطه، مخزنه هیدرولیک تیبا. بعد بیا مخزن هیدرولیک تیبا دیگه. بیا من اینو دیدم خواستم بهتون بگم کجا بود. کف صندوق تیبا. کف صندوق تیبا فکری تموم شد آرش. کجاش دیگه؟ مالا کیه؟ به این آشغالا کاری نداشته باشید. برو عقب. آه نکردم بچه ساینا ایزی. یعنی واقعا یه چیز پیتزا مخلوطیه با بیل از این برها جنس هر چیزی که بوده. پیتزا کسی بود فرمونش هم نمیدونم. محمد سکبست این چیه؟ این داداش این یه چیزیه. من دفعه پیشی هم که خریده بودم خوبی پرسیده بودم. خب گفتم این چیه؟ گفتن قرار بود یه چراغی طراحی بشه که درو وا می‌کنه اینجا قرمز بشه. قرمز بشه ماشین نزنه. هیچ وقت طراحی نشد، یه درپوش براش طراحی کردن. حالا من یه گوی خوردم علی. آها خب بعد یه بدی دیگه هم داره آرش جان. کردی اون تو رادوز داری یعنی چی؟ منظور گرفتی؟ بله فهمیدم. فهمیدی تاش. آخه خب این بستشه چف میشه ولی خب باز بالاخره سیخ میره خب. دیگه آره دیگه این هم از این. بریم برگردیم سر همون موتور. بریم سر موتور. موتور پراید. خب که موتور پراید تقویت شده به موتور تیبا. تیبا شده تیبا دو و تیبا دو شده ساینا. ساینا شده کویک. کویک هم شده اطلس. اطلس ببخشید کویک شده شاهین. شاهین هم شده اطلس. جونم براتون بگی که این موتور این شمع اینجا نه ببخشید این هدرزاشه اشتباه شد. این چیز بود وایر کویل و این کویل اینا این هدرزاشه اون مکششه. بگی اون مکششه اینجا این مکششه بچه‌ها. آره این مکششه دیگه. دریچه گاز این بچه‌ها برقیه. چه آ اینو نکندیم. چیه فیوزه چیزی با میشه. نه بخوام چیزی با میشه آرش. آ اینجوری آ بگیر اینو همین آه پشما حاجی من فیوز یدکی داره. حاجی فیوز یدکیش بخوره تو سرش. راهنما داره توی خودش راهنما گذاشتن که اینا چیه. فقط یه چیزی بعضیش توش بیناموس هست ولی فیوز نیست. ولی فیوز نیست. چی ها فیوز خوب نیست ولی خوب اینه دیگه. آره حالا میخواد زیاد تخصصیش نکنیم بس ویدیو رو. آره بس ویدیو های خاصی تخصصیش کنم که این بوغه. این بوغه بکن بهم بوغ زنه ولش کن. ایسیش ایراد پیدا میکنه ولش کن. نه گارانتی اولش این از این. اینم باتریه حاجی. زیر باتریش فلزیه پشمام. مال من پلاستیکی بود قبلیه. این چیه؟ این نمیدونم نرم بود نشون باش بازی حاجی بزنده. چه نرمه. میشه من بکنم اینو ببرم؟ خیلی نه. این میدونی چیه؟ کنم صداگیر صداگیر. آره ضربه اینه. آرش میدونی چیه؟ این مال بابا استری برق آفرین برق ماشین رو قطع میکنه که بگه حاجی اینجاش هم نمد زدم. بیا بده دریچه گاز بچه ها اینه. دریچه گاز برقی شده اینه. چون من دیدم تو یک
تجربه فرقی اینه و اینه، این گفتم بهتون. ده 11 موتور تحویل شده، ماشین تا ناموس یعنی صفر، دادن بمنی یعنی صفر ایزی. این هم نمیدونم چیه ولی تو ماشین قبلی نبود، احساس میکنم مال چیزشه دیگه. چیجوری فقط روش پامین رو باز کنم چی توشه بگی؟ میخوام بینم چی توشه، فضوله روش نوشته. حالا میخوام کله تو ایزیوه ماشینه، ECU انجین کنترل یونیت، ECU نیست، ECUه. چی هست کارش؟ انجین کنترل یونیت یه یونیتیه که موتور رو کنترل میکنه، مثلا اینکه مرسی که ترجمه کردی جان جمله رو برام. بعد یونیت آقا چیه؟ یکی بگه ECU چیه تو کامنت ها. به خودم الان میرم بعد ویدیو ببینم ECU چیه دیگه. چی داره دیگه آقا؟ چیز خاصی نداریم اینجا ما. لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره، مرسی که ویدیو رو دیدید، بوس بهتون. بعد استریم منو دنبال کنین، لینکش تو دیسکریپشن هست، روی توییچ، روی کانال گیمینگمون هم لایو میشم براتون. با این ماشین خیلی کارا قرار بکنیم، یه ویدیوشو که بعد چیز میبینید، بعد این ویدیو میبینید ویدیوشو، یعنی فردا دیگه ایشالله. آره فردا میبینید. تا الان هم که دارید این ویدیو رو میبینید احتمالا من سه روز پشت سر همه که براتون ویدیو گذاشتم انشالله. دو روز دو تا ویدیو آماده داریم و ایشالله که چیزها رو آماده میکنیم، ویدیو پشت سر همه براتون میذارم، لذت ببرید، قراره پرکار باشیم. استریمای من رو دنبال کنید. مرسی از تک تکتون. شش ماه ماشین نداشتم، با این ماشین قراره خیلی چیه. این اونجا کندم گفتم دیگه بچسبه اینجا آخه دم دست بود. بریم آقا، بریم براتون ویدیو بعدی رو ریکورد کنم. اگه تست رو براتون خواستید، چون خیلی آپشن ها بهش اضافه کردن نسبت به پولی که معمولی اینا، و من خودم پشمام ریخته بودم. دوستتون دارم تا ویدیو بعدی. رود بیبی های من، لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. بابا اومدم خدافظ. و زنگوله هم خدافظ.